تیکه تیکه های بحث من رو من خواهش دارم تو فضای مجازی تقطی کنن برسونن. واجبه رساندن احیای امر آقا از نماز واجب تره. حالا حدیث چی باز میخونن؟ باز از خود امام میخونن. پیغمبر ما بعد از اینکه حضرت علی رو در قدیر معرفی کردن چی فرمودن؟ شما هم حفظی خیلی حفظن. فل یبلغ، یبلغ امره، بلغ امر حاضره، یبلغ امر غایبه. فل یبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. یعنی ما کم هم چیزی داریم میگم تا روز قیامت واجبه. یعنی مأموریت امروز دوش تک تک ما هست، سنگینی میکنه. احسن. فل یبلغ رو برید همه آقایون منو بکن. هرچی یبلغ امر ظهور در وجوب داره. واجب است حاضران به غائبان و پدران، پدران عزیز، مادران عزیز، بر شما واجب بذر محبت مولا علی رو در دل بچه‌هاتون بکنید. از نماز والله واجب تر. این ریشه است. اگر این علی دوست شد کار احسان علوی میکنه، به فقرا میرسه، نماز میخونه. این ریشه رو محکم کنید، ریشه‌ش اینه. ولی تو دشمنم این ریشه رو میخواد بزنه. حاضران به غائبان، پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانه. پیغمبر ما فرمودن ملعونون ملعونون مغضوبون مغضوبون من رد قولی فی علیین هازا. دوبار لعنت کردن، دوبار فرمودن مورد غضب خداست کسی که گفتار من رو درباره امامت و ولایت مولا علی اعظم رد بکنه. پیغمبر ما فرمودن هر کس علی رو دوست داره خدا دوستش میده بدار، هر کس دشمنه باش دشمن باش. این جمله هم خیلی تکون دهنده است. این که ما میگیم واجبه چون اونایی که دفاع نکنن مورد نفرین پیغمبر. فرمودن ونصر من، همه حفظین دیگه، ونصر من نصره وخذل من خذل. ونصر یعنی چه؟ یعنی بشینیم تماشا بکنیم. آقا برای قضیه چیکار کردیم؟ قربونتون برم، فداتون. من نمیدونم با چه بیان و زبانی بگم که موج ایجاد بکنه، شوک ایجاد بکنه، تکون بخورن، برای قضیه یه کاری بکنن. پیغمبر بعد از نسب حضرت بودن خدا هر کس علی رو یاری میکنه تو یاریش کن. هر کس وخذل. آقا وخذل رو حبیب الله فرحزاد متاسفانه بعد از 60 خورده سال اشتباه معنا میکرد. خدا حفظ کنه آقای سعیدی ما که چهارشنبه می اومدن جاشون خالی. خدا حفظش. من از ایشون یاد گرفتم، هر کجا میگم ایشون اینو به من گفت. وخذل رو ما تا اشتباه معنا میکنیم. وخذل رو میگیم که هر کس علی رو خارکت و خارج کن. یعنی هر کس حضرت علی رو فوش داد، سب کرد، ناسزا گفت. نه این اشتباهه. اشتباهه، آره منم اشتباه معنا میکردم. وخذل یعنی عدم النصره. یعنی هر کس که یاری نکرد. آقای شریعتی عزیز شما عربی متوجه میشی؟ یاری نکردن دایرش خیلی وسیع تره. یعنی قدیر رو فقط میشینن بعضی رو تماشا میکنن، نشست پا رو پا گذاشت. آره. فقط تماشا کنه. هر کس برای قدیر اطعام بده، عیدی بده، ما هم تماشا میکنم، تماشاگر. بابا چی کار کردی؟ برای تولد بچه، برای سالگرد نود، کیک و شیرینی و کادو و چی چه با اندازه یه نوه، به اندازه بچه، به اندازه جشن ازدواج. بابا جون اگر من و شما آمدیم تو خیابان آمدیم دیم یه نفر دارن کتک میزنن، له میکنن، لگد میزنن، خزلان چیه؟ یعنی نگاه کنیم فقط. بابا دفاع کنیم ازش، از مظلومیت حضرت علی دفاع کنیم، از محدودیت قدیر دفاع بکنیم. هر کس، نه این که بی تفاوت باشیم، نه وهابی ها رو نمیگیره ها، اونا که اوجه. هر کس که نسبت به قدیر هیچ کاری نکنه وخذل شامل آن. هر کس غیر از این معنا میخواد بکنه بیاد با هم صحبت بکنه. ازش سوال کنین تو برای قدیر چه کردی؟ چه کرد؟ وایس همینجوری نتونه جواب بده. با پیامتون، با تلفنتون، با دلالیتون، بابا یه کیک درست کنم پدر مادر به بچه بده، بستنی بدن، یه نهار خوب، شام خوب، بگن به عشق حضرت علی، به محبت حضرت علی.